صدای آمریکاست. سلام، من جان دویسم و خوش آمدید به ماشین هفته. با ما باشین تا نگاهی بندازیم به هایبرید برقی کرایسلر، یعنی هایبرید پاسیفیکا. پادکست توصیه هایی داره درباره نرم کردن کیفیت سواری در جاده های ناهموار. زک مسکل به گذشته ها میره و از فرهنگ یه ماشین منحصر به فرد برامون میگه. و بالاخره شورله سرسختی و فناوری جدید رو در سیلورادوی بازطراحی شده ترکیب کرده. پس بریم با هم برونیم. ماشین هفته، نخستین مجله تلویزیونی ماشین. شاید هیچ وقت پیش خودتون فکر نکرده باشین که یه مینیون برقی خیلی باحاله، ولی به نظر منطقی میاد که همون مارکی که اولین بار مینیون دیفرانسیال جلو رو اختراع کرد حالا هم در تولید مینیون هایبرید برقی اولین باشه، و این یعنی هایبرید پاسیفیکای کرایسلر. میدونیم که اینگه پاسیفیکای سبزتره، ولی آیا مفهوم مینیون مافوق خانوادگی رو یه فاز بالاتر برده؟ کرایسلر 2018 هایبرید پاسیفیکا یه هایبرید برقیه. البته به طور مشخص برچسب هایبرید برقی روش نخورده، چون هنوز مدل هایبرید غیر برقیش در نیومده. سامانه انتقال قدرتش تشکیل شده از یه موتور 6 سیلند خورجینی 3.6 لیتری استاندارد بازطراحی شده با یه جفت موتور برقی لیفلایت و جعبه دنده متغیر برقی. مجموع خروجیش 260 اسب بخار نیروه که از نجومی بودن خیلی فاصله داره، ولی با شتاب اضافه که موتورهای برقی در دور پایین تحویل میدن هر نوع کمبودی رو جبران میکنه. باتری 16 کیلووات ساعتی 53 کیلومتر برد برقی رو ممکن کرده که بعد از اون عملکرد پاسیفیکا مثل هایبرید سنتی میشه، گرچه راننده روی موقع استفاده از نیروی باتری کنترلی نداره. البته به دلیل حجم و محل باتری از یکی از بهترین خصوصیات پاسیفیکا صرف نظر شده، یعنی تاشوندگی صندلی‌های ردیف دوم. یه صفحه لمسی یوکانکت 8.4 اینچی هم داره و کماکان از نظر طرز استفاده یکی از آسان‌ترین سیستم‌های موجود در بازاره. تازه صفحات منحصر به فردی هم برای نظارت روی سامانه انتقال قدرت هایبرید داره. پاسیفیکای هایبرید در جاده کیفیت رانندگی مشابه یه سواری داره، به شدت آروم و بی سر و صدا است. وزن اضافی باتری رو میتونین حس کنین، ولی چون محل باتری خیلی پایینه اون وزن اضافی در بالای ماشین حس نمیشه. عملا دستگیرمون شد که اون تخمین 53 کیلومتری برد منحصرا برقی نسبتا محافظه‌کارانه است. اگه با ملایمت برونین به راحتی خیلی بیش از اینا میره. زمان شارژ با برق 240 ولت ممکنه تا 2 ساعت هم کم بشه و پیشرفت شارژ رو البته که میشه با یه اپ روی گوشی مشاهده کرد. ما ادعای کرایسلر رو در مورد اینکه هایبرید پاسیفیکا ظاهری در ابعاد اسپورت داره قبول داریم، ولی کماکان مثل استیشن شکل دو جعبه‌ای داره. گرچه یه مینیونه خیلی خوشتیپ‌تره. ویژگی‌های مناسب به فرد هایبرید شامل جلوبندی متفاوت، رینگ‌های مخصوص، مارک مناسب به فرد و برخی رنگ‌های انحصاری بدن است. مجموعه درجه های داشبورد مشکی و تودوزی صندلی ها آبی کمرنگه. هممون دیگه اینو میدونیم که آبی کمرنگ رنگ خاص هایبریده. در ترکیب از شهر و بزرگ راه از لحاظ مصرف بنزین با هر لیتر 13 کیلومتر میره. در ترکیب با باتری با محاسبات تبدیل انرژی معادل 35 کیلومتر برای هر لیتر بنزین. میزانی که به ما داد در حالت ترکیبی با بنزین معمولی همونقدر بود که 30% بهتر از پاسیفیکای معمولیه. پاسیفیکای هایبرید از لحاظ تاثیر بر محیط زیست هم نمره خیلی عالی میگیره، یعنی با مصرف 4 بشکه سوخت در سال فقط 1.8 تن گاز کربونیک تولید میکنه. پاسیفیکای هایبرید با مدل مسافرتی تورینگ پلاس شروع میکنه که قیمتش 41,000 دلاره، یعنی 7400 دلار بیشتر از مدل غیر هایبرید با تجهیزاتی مشابه. اما بهترین خبر برای مشتریای مقیم آمریکا اینه که چون هایبریده دولت 7500 دلار کمک میده که تقریبا تاثیر اضافه قیمت رو خنثی میکنه. آیا مینیون هایبرید برقی واقعا مشتری داره؟
خبر ندارم، ولی هر جا آدم بتونه عوض پر کردن باک بنزین ماشین رو بزنه به پریز برق از هزینه صرفه‌جویی میشه. به علاوه این که کرایسلر پاسیفیکای هایبرید 2018 کماکان همون ویژگی‌های خانوادگی و حمله بار رو داره، به اضافه کارآمدی‌های دیگه‌ای که شاسی بلندای ترکیبی کمی میتونن به گردش برسن. بنابراین میشه گفت که اولین سازندگان مینی ون دیفرانسیال جلو حقیقتاً فاز بعدی رو هم عرضه کردن. پس همه سوار شین که برید. اون زمانا که عینک آفتابی نئون و داشبوردهای آنالوگ مود بود، ماشینای درست حسابی ساخته میشد. خبرنگار پرشر و شور ما زک مسکل راهی پیدا کرده که سری به اون زمانا بزنه، یه جایی که آدم میتونه خودشو تو نوستالژی غرق کنه. چادرها جلوی آفتابی رو که روی چمن پخش شده میگیرن، یه پیسه 4 کیلومتری دورشون رو گرفته که راننده ها مثل تمساح توی یه خندق توش میرونن. بازدید کننده ها 3 روز توی این قلعه به سر میبرن. برای فرار از زندگی روزمره اومدیم به گرید لایف ساوت، فستیوال سالانه‌ای که در ایالت جورجیا برگزار میشه. ماشین های سری، موسیقی، دریفتینگ، انرژی پر التهاب موجود در فضا و بالاتر از همه اینها نمایشگاه اتومبیلی که عهد کرده همیشه عجیب و غریب باشه. یعنی نمایشگاه ردوود که بالاخره پیداش کردیم، جایی که با رنگ‌های روشن، موهای بلند و نیمرخ مخروطی ماشین‌های دهه 80 شناخته شده. پس بیایم بریم اونجا. شاید مردم کوچه و بازار خودروهای این دوره مثل پورشه 944 و اوزموبیل 98 دیزلی رو به عنوان جذاب‌ترین ماشین‌ها توصیف نکنن، ولی خیلی از ما خلوچلا هنوز چشممون دنبال این سواری‌های چالش برانگیزه. بعضی‌هاشون معروف بودن به اینکه ماشین‌های آینده‌اند و رگه‌هایی از طراحی‌شون توی ماشین‌های امروزی هم دیده میشه. طرح‌هایی که کامپیوترهای اولیه میدادن بیرون خیلی‌هاشون مخروطی بود، لبه‌های سیخکی و زاویه‌های تیز، مضمونی که در همه ماشین‌های اینجا مشترکه، همین شکل مخروطی یا گوهیشونه. طرح‌های مسلح به مداد و گلروس فاز کاملا جدیدی رو در پیشرفت اتومبیل رقم زدن. جایی نبود که خیلی از این ماشینا رو بشه نمایش داد. کجا میتونستی یه آکورد دو رنگه ببینی؟ اگه میبردنش تو یه نمایشگاه ماشینای مسابقه بهشون میگفتن برو گم شو، اینم با خودت ببر. ولی ما میخواستیم یه نمایشگاهی را بندازیم که مردم بتونن اون ماشینا رو بیانن و بخشی از این تجربه باشن. با لباس‌های غیر عادی و تزیینات داخلی شیطنت‌آمیز به نظر غیر ممکن میمد که بشه جلوی همه گیر شدن این نمایشگاه رو گرفت، نمایشگاهی که نقطه عطفش در سان فرانسیسکو بسته شده بود. خبرش رو توی فیسبوک دیدم، خوشحالم که برگزارش کردن. از فلوریدا تا اینجا روندم و دیشبم کنار ماشینم چادر زدم، دفعه اولمه. دهه 70 اوج نیمرخ مخروطی‌ها بود. خیلی از اینها به مرور زمان نرمتر و گرتر شدن. با اختراع سوخت‌رسانی انژکتوری این سواری‌های برگزیده رو میشد بدون دستکاری کاربراتور مسافت‌های بیشتری روند. از این یکی تا همین امروز هم برای رانندگی‌های روزمره استفاده میشه. ریخت و قیافه ماشین‌های دهه 80 و 90 قطعاً با بیشتر ماشین‌های دیگه فرق داره. من مشخصاً از این یکی خوشم میاد چون جعبه‌ایه، لبه‌های تیز و 4 تا هم چراغ در جلو داره. الان هیچ ماشینی رو اینجوری نمی‌سازن. این یکی رو تا حالا ندیده بودم. این یه خودروی موتور وسط عقب محور هوندا بیت 1992 وارداتی از ژاپن. دسترسی به موتور از چه راهیه؟ اینو بلند می‌کنی، اینجا یه پنل داره، اینطوری دل و رودش رو می‌کشی بیرون، بعد از این ور سرپوش موتور درست اینجاست که میشه ورش داشت. 4 تا پیچ اینو برمی‌داری، موتور درست اون زیره، برعکس نصب شده. کار کردن روش عملا خیلی سخت نیست چون همش 3 تا سیلندره. اسم این ماشین رادیکال کی 63 اسب بخار نیرو تولید میکنه. آخرین ماشینی بود که سویچی رو هوندا برای روندن توی خیابون تاییدش کرد. من خودم ماشینای مدرن رو روندم، این حس رو به آدم نمیدن. با اینا خودتو به جاده متصل احساس میکنی. همر از اون کلمه هایی که در انگلیسی و آلمانی یه جور تلفظ میشه. این مرسدس بنز مدل 1987 مطمئنا هدفش بازار وسیع بود. این تنها همر واگن 6 سیلندریه که مرسدس بنز تولید کرد. جایزه بهترین ماشین نمایشگاه رو گرفت. مشکل میشه قدر یه ماشین نو رو دونست، ولی با گذشت زمان آدم دلش همونقدر برای یه سوباروی چند هزار دلاری تنگ میشه که برای یه پورشه 100,000 دلاری. شرایط تعمیر ماشین دیگه واقعا عوض شده. تو بسیاری موارد دیگه حتی نمیشه قطعات خودرو رو به صورت انفرادی خرید. یه سر میزنیم به گاراژگاه هاست ببینیم پدکاس نظرش چیه.
قطعات مصرفی برای تعمیر به موازات خود ماشین تکامل پیدا کرده. ما از استاد قطعات یدکی تام تیلر رو دعوت کردیم تا به توصیه‌هاش در مورد فنربندی گوش بدیم. تام خوش اومدی. ممنونم پرتا، در خدمتم. بسیار خوب. ما یه مش قطعات فنربندی رو اینجا داریم. اینا دیده تو چی هن؟ ماشین‌های جدید بوش‌های خیلی بیشتری نسبت به ماشین‌های قدیمی دارن. بوش یه یاتاقان پیچیده است که کیفیت سواری، کنترل فرماندهی و عملکرد ترمز رو بهتر می‌کنه. بسیار خوب. بوش فنربندی سابقاً از لاستیک ساخته می‌شد و اینجا هم می‌تونیم استهلاکش رو ببینیم. این روند مثل این که داره تغییر می‌کنه. بله، لاستیک در معرض اوزون هوا یا تماس روغن و بنزین یا اصلا روندن زیاد فرسوده میشه. مردم ماشینشون رو 200 300 400 هزار کیلومتر میرونن. خب ظرف 20 سال گذشته مواد جدیدی از جنس پلی اورتان به بازار اومده که علاوه بر رنگ قرمزش که خیلی قشنگه، در مقابل بنزین و روغن هم مقاومه و اوزون هوا اثری روش نداره. استحکام بهتری داره و در کنترل و نرم کردن کیفیت سواری از همون اول خیلی بهتر از لاستیک عمل میکنه. اینو ما در تجربه‌مون دیدیم. خب اینجا شما یه بستهشو داری، ما هم ترجیح میدیم یه بستهشو توی گاراژ داشته باشیم، چون اگه یه بسته کاملش رو نخریم کمبودش موقعی احساس میشه که سرمون شلوغه و یهو واسه یه ماشین احتیاجش داریم و سفارش بدیم دو روز طول میکشه. چه بخوایم تصمیم تایمینگ رو عوض کنیم یا لنت ترمز یا فنربندی، داشتن یه بسته خیلی به درد میخوره. خیلی بهتر از اینه که وسط کار یهو متوجه شین به یه پیچ و مهره احتیاج دارین یا یه اتصال که اون وقت باید کارو بخوابونین. خب بیشتر این بسته‌ها برای کسایی ان که میخوان رو ماشین خودشون کار کنن، هم اونا و هم تعمیرکارهای حرفه‌ای، چون مهم نیست روی چند تا ماشین کار میکنی. این احتمال همیشه هست که آدم یه چیز یادش بره، یه مهره یا یه چیزی از این قبیل و لازم داشته باشه. و البته بقیه قطعات مثل این بازدارنده هدایت. یه چیزی که در ماشین‌های جدید تر دیده میشه، مثلا ضربه‌گیرهای سیستم فرمانی رو دیگه سر هم میفروشن، یعنی بوش توی مجموعه پرس شده. خیلی از قطعات جدید الان اینطوریه، آدم کل مجموعه رو میخره که بوش توش جاسازی شده است و کار نصب کردنشون آسان‌تر میکنه. تو ماشینای قدیمی‌تر این بوشا جداگانه هستن که اون وقت باید جداگانه هم نصبشون کرد. قدیما اینطوری بود دیگه. بسیار خوب. بسیار ممنونم تام. و بازم با ما باشین همینجا در ماشین هفته. میان قامت مزدا 6 2018 در میون راننده‌های ماشین هفته کماکان سواری پرطرفداریه. حتی بعد از 7 ماه و 21 هزار کیلومتر راه، موتور توربوی 4 سیلندر 2.5 لیتری اسکای اکتیو جی با 227 اسب بخار نیرو که تولید می‌کنه و جعبه دنده 6 سرعتی اتوماتش کماکان تحسین برانگیزه. جای شکی نیست که مزدا 6 کماکان بهترین کیفیت رانندگی رو در این بخش بازار ارائه میده. یه دلیل عمده‌ای که ما میگیم این سواری میان‌قامت مطلوب راننده هاست موتور توربوی 4 سیلندرشه. به علاوه اینکه سیستم سرگرمی اطلاعاتمون به روز شدگی های دیده که شامل اپل کار پلی و اندروید آتو میشه که این روزها دیگه یه ویژگی ضروریه. فنربندی جدید چه برای مسافرت‌های طولانی و چه برای مسیرهای کوتاه اسپورتی و راحت نگه داشته شده. تا اینجا که از لحاظ مصرف سوخت برای هر لیتر بنزین به طور متوسط 12 کیلومتر بوده، ولی اخیراً حتی 14 کیلومتر رو هم صرف کرده بودیم. پس هیچ تعجب نکنین که این 6 از ما نمره 20 گرفت. همش 3 هفته با فولکسواگن اطلس 2018 رونیم و تا اینجا 2700 کیلومتر رفتیم. این مسافت شمالی سفر 3 روزه هم به غرب کارولینای شمالی برای دیدن رنگ‌های پاییزی بود. 18 ساعت پشت فرمون نشستن زمان خوبی برای سپری کردن توی بزرگترین خودروی فولکسواگن برای آمریکاست. موتور خورجینی 6 سیلندر تنفس طبیعی با حجم 3.6 لیتر 276 اسب بخار نیرو تولید می‌کنه که حتی در سربالایی هم پرقدرته. جعبه دنده 8 سرعتی اتوماتیک حتی در تعویض به دنده‌های سنگین روونه. احتمالاً چشمگیرترین ویژگیش سامانه تثبیت سرعت تطبیقیه که سرعت رو با دقت زیادی تنظیم می‌کنه. فرمون سبکی داره و اما محکمه. سامانه تمام وقت چهارچرخ محرک فورموشن فولکسواگن به خوبی از پس سرازیری شدید شنی و 9 ساعت بارون مداوم در جاده‌های خیس بر اومد. صندلی‌ها همون صندلی‌های سفت فولکسواگن هستند که برای رانندگی‌های روزمره خوبن، ولی انعطاف‌پذیری لازم رو برای مسافرت‌های طولانی ندارن. از لحاظ مصرف سوخت با هر لیتر بنزین 8.3 کیلومتر میره که در همون حد میانگین تعریف شده سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکاست و مسافرت‌های طولانی بسیار بیشتری هم در پیش رو داریم. به تازگی دو تا ماشین دیگه هم برای آزمایش توی زمستون وارد پارکینگ ماشین هفته شدن. ماشین برقی کیا نیرو 2019 و رم 1500 2019. در یکی از آزمایش‌های دراز مدت آتیمون از رم و هوندا آدسی خبر خواهیم گرفت. اخبار ماشین خیلی وقتا سرتیتر خبرها رو به خودش اختصاص میده. اینم یولان واسکز با اخبار ماشین این هفته.
در نمایشگاه اتومبیل 2018 لس آنجلس همش نور بود و دوربین و اکشن. در زیر نور قوی آباژورها مرسدس بنز جی ال ای جدیدی قرار داشت که با اون فنربندی کنترل بدنه ای اکتیو عملاً به رقص افتاده بود. بعد مرسدس برای اولین بار از کوپه جی تی توین توربو 8 سیلندر خورجینی با نیروی 469 اسب بخار رونمایی کرد و به دنبالش جی تی سی رودستر با قدرت موتور 550 اسب بخار و جی تی آر پرو لیمیتد ادیشن با 577 اسب بخار نیرو. ولی در لس آنجلس هیچ ماشینی مثل پورشه 911 تماماً جدید 2020 چشما رو خیره نکرده بود. با اینکه ظاهرش همون جور کلاسیک مونده، این کاررا اس ادعا داره که موتور خطی 6 سیلندر توین توربوش 443 اسب بخار نیرو تولید میکنه. نیسان با بروز شده یه گل سرسبد سواری هاش ماکسیما و کراسوور لوکس مورانو پا به میدان گذاشته بود. هر دوشون با بیش از حد معمول ویژگی های چشمگیر فناوری. شاسی بلند سپورت BMW X7 با سه ردیف صندلی استاندارد محبوب خانواده های پر جمعیته. اگه رانندگی خصوصی تری رو خواسته باشین، این سواری M34 DIX Drive با 382 اسب بخار شاید خوراکتون باشه. اینم کوپه دو نفره روباز Z4 BMW و ماشین مفهومی آینده نگرانی ویژن آی نکست. خیلی ها برای تماشای جیپ اومده بودن که دهه هاست انتظارش رو میکشیدن. وانت باری میان قامت گلادیاتور با 6 سیلندر خورجینی و سوخت گازوئیلی. نقش اول غرفه هوندا رو داده بودن به مدل پاسپورت باز تولید شده. این شاسی بلند 5 سرنشینه جایی بین CRV کامپکت و پایلوت سه ردیفه قرار داره. هیوندای پالیسید پیشتاز جدید شاسی بلندهای این مارک کره‌ایه با یه شاسی کاملا جدید برای 8 سرنشین. قابلیت استفاده از گوشی برای باز کردن قفل درها لینکلن اویتور میان قامت رو که باز طراحی شده لوکس‌تر کرده و یه مزدا 3 اسپورت‌تر با موتور بنزین فشرده اسکای اکتیو اکس و سامانه چهارچرخ محرک رسما معرفی شد. آودی از ایده اولیه ایترون جی تی برای کالیفرنیایی های تشنه ماشین برقی پرده برداشت. این کوپه 4 در تماما برقی وعده 590 اسب بخار نیرو و سامانه چهارچرخ محرک میده. تویوتا با کورولای هایبرید مدل های برقی بیشتری رو داره اضافه میکنه و برای اولین بار هایبرید پریوس نیرو رو به هر 4 تا چرخ میفرسته. ستاره بزرگ کیا سومین نسل شاسی بلند شهری کوچیکشون یعنی سول بود که فعلا فقط بنزینیه، برقیش بدن در میاد. سوبارو هم هایبرید کراسترکش رو برقی کرده و مفهومی اِوولوشن برقی از میتسوبیشی با ظاهر یغورش 3 تا موتور برقی داره. و طرحهای فولکس واگن در زمینه ماشین برقی شامل ایده اولیه آیدی باز کارگو، چرخهای هر سه برنده جایزه 2019 مجله گرین کار با نیروی برق به چرخش در میاد. هایبرید اینسایت از هوندا جایزه سواری سبز سال رو گرفت. ماشین برقی آتلندر از میتسوبیشی شاسی بلند سبز سال شد و جایزه سواری لوکس سبز هم به جگوار آی پیس رسید. و دو برنده آتی سبز هم بالاخره از راه رسیدند. وانت بار مفهومی ریویان R1T و شاسی بلند مفهومی R1S. خودروساز آمریکایی ریویان میگه وقتی که فروش ماشین‌های برقیش رو در سال 2020 شروع کنه، برد برقیشون 640 کیلومتر خواهد بود. نمایشگاه لس آنجلس نمایشگاه بزرگی بود. و این بود اخبار ماشین این هفته. اگه تا حالا شک داشتین، بدونین که آمریکایی‌ها بیش از پیش عاشق وانت باریشون هستن. رقابت‌ها در این بخش بازار داره به سطح جدیدی ارتقا پیدا می‌کنه، چون بزرگترین رقبای فورد F-150 اخیراً بروز شده، یعنی رم 1500 و شورولت سیلورادو دارن مدل‌های کاملاً جدیدی رو برای سال 2019 عرضه می‌کنن. چند ماه پیش ما رم رو امتحان کردیم. الان هم یه نگاه به سیلورادو می‌ندازیم ببینیم که آیا واسه فورد جای نگرانی هست یا نه. اولویت‌های حقیقی شورولت از اولین نکته برجسته بیانیه مطبوعاتیش معلومه که در مورد سیلورادو 2019 کاملا بازطراحی شده اعلام کرده قسمت بارش از همه وانت بارهای تمام قامت دیگه بهتره. اما شورولت می‌خواد اینو بدونیم که یادش نرفته وانت بار اصلا برای این ساخته شده که ازش کار بکشن و هرچی این کارو راحت‌تر انجام بده ما بیشتر خوشمون میاد. به تبعیت از فورد از آلومینیوم و از سایر مواد سبک‌تر ساخته شده تا وزنش کم بشه، ولی نه خیلی زیاد. فقط درا در عقب قسمت بار و کاپوت از آلومینیومه. بقیه بدنه از ورقه‌های فولادیه. قاب ماشین هم کلاً 40 کیلو سبک‌تره. به این ترتیب مجموع وزن سیلورادو جدید 180 کیلوگرم نسبت به نسل قبل پایین اومده.
ظاهر جسورانه تری داره که به روشنی تکامل یافته نسل گذشته است. جلوبندی شامل هواگیرهای آیرودینامیکیه که برای اولین بار روی گلگیرهای یه وانت بار نصب شده. گزینه‌های سامانه انتقال نیروی زیادی داره، از جمله موتورهای خورجینی 8 سیلند 5.3 و 6.2 لیتری، یه موتور خورجینی 6 سیلند 4.3 لیتری، حتی یه توربو 4.27 لیتری جدید و یه موتور دیزلی 6 سیلند خطی دوراماکس 3 لیتری. هر دو موتور خورجینی 8 سیلند به سیستم جدید مدیریت سوخت دینامیک مجهزن که برای بهینه‌سازی مصرف سوخت میتونه هر چند تا سیلندر رو متوقف کنه. موتور 6.2 لیتری 420 اسب بخار نیرو و 623 نیوتن متر کشتاور تولید میکنه و میتونه تا 5500 کیلوگرم بار رو دنبال خودش بکشه. موتور 6.2 لیتری از لحاظ آمار رسمی مصرف سوخت تقریبا فرقی نکرده و در ازای هر لیتر سوخت در شهر 6.8 کیلومتر، در بزرگراه 8.5 و در حالت ترکیبی 7.2 کیلومتر میره. منتها الان فقط با سامانه 4 چرخ محرک و یه جعبه دنده 10 سرعتی اتومات در دسترسه. شورلت گزینه‌های در دسترس رو به 3 قسمت تقسیم کرده با ارزش که شامل مدل‌های وانت کاری، کاستوم و کاستوم تریل باس، تولید انبوه که شامل مدل‌های LT، RST و LT تریل باس و بخش ویژگی‌های بالا که شامل مدل‌های LTZ و های کانتری میشه. مدل‌های RST و تریل باس برای امسال جدیدن و تعجبی نداشت که LT تریل باس چشممون رو گرفت، چون شامل بسته فنربندی خاص شبرولت میشه با ویژگی‌های از قبیل کمک فنرهای رنچو، سپر محافظ زیر جلوبندی، قفل دیفرانسیال عقب، رینگ‌های 18 اینچی، لاستیک‌های رانگلر دورا ترک ساخت گودیر و 5 سانت ارتفاع فنربندی. و اما در مورد اون قسمت بار سوپر عمل کردی، اینو بگم که واقعا همینطوره. از لحاظ حجم بار در این رده بهترینه. کفش از جنس فولاد و مقاومه. گیره‌هاش هم زیادتر از قبلن و هم محکمتر و این گزینه هم هست که در قسمت بار به طور خودکار باز و بسته بشه. جنرال موتورز به خاطر توانایش در ایزوله کردن سرنشین از دنیای خارج اتاق کماکان ما رو تحت تاثیر قرار میده. اتاق نسلی قبلی سیلبرادو به طرز باور نکردنی ساکت بود. نسل جدید حتی بیشتر. جعبه دنده 10 سرعتی اتومات در تعویض دنده به دنده‌های بالاتر روون و سریع، ولی بعضی مواقع در رفتن به دنده‌های سنگین‌تری خود تعلل می‌کنه. این بزرگترین سیلبرادو نیمتونی تا به امروزه و جنرال موتورز تونسته فضای زیادی رو توی اتاق فراهم کنه. چشمگیرترین این ویژگی در مدل‌های دیده میشه که یه ردیف صندلی پشت راننده دارن. فضای جلوی پای مسافرهای عقب خیلی زیاده. از لحاظ بصری هم جلوخانش به سیلبرادوهای قبلی رفته. مدرن‌تر که البته هست، ولی ابداً به پای صفحه نمایشی شبیه آیپد بزرگی که تو رم هست نمیرسه. ولی ظاهرش میتونه گول زننده باشه. منتها ما به اندازه کافی وقت نداشتیم همه ویژگی‌های فناوری و عملگرانه موجودش رو بررسی کنیم. سیلبرادو 8 مدل برای انتخاب داره. قیمت مدل پایه وانت کاری از $29,795 شروع میشه. قیمت مدلایی که یه ردیف صندلی هم پشت راننده دارن از $33,695 شروع میشه و گرون‌ترینش هم مدل های کانتری که از $54,495 شروع میشه. البته ما شک داریم که سیلبرادو بتونه بخش بزرگی از بازار F-150 رو به خودش جلب کنه، ولی پیشبینیمون اینه که برای دستیابی به مقام دوم رقابت تنگاتنگی با رم در پیشه. از دیدگاه سیلبرادو مهم نیست که شما دنبال یه وسیله نقلیه خانوادگی میگردین یا وانتبار رو واسه کار میخواین. در هر حال شورلت یه محصول به درد بخور واسهتون داره که حتما ازش خوشتون میاد. خب این بود برنامه امروز. امیدوارم لذت برده باشه. لطفاً نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو به persian@voanews.com ایمیل کنین. من جان دیویسم. دیدار بعد همینجا در ماشین هفته. این صدای آمریکاست.
صدای